همواره گفتگو داشته باشم. هفته گذشته نوشتاری، هفته این هفته گذشت میخوام، در آغاز این هفته نوشتاری از من در تارنمای اینترنتی به چاپ رسید با سرنامه یا عنوان در سراشیب گور سیاست. البته این واژه سراشیب گور سیاست رو من از سعدی نام گرفتم، یعنی از سروده از سعدی که میگوید تو را نفس رعنا چو سرکش سطور دوان میبرد تا سراشیب گور. اشاره میکند که این نفس آدمی مانند یک چهارپا یا اسب بسیار سرکشی است یا تیزپایی است که اگر انسان به آن برخورد نکنه میتواند انسان رو تا پای گور ببرد. من در اینجا البته از گور کسی سخن نمیگویم. آرزوی تندرستی و شادمانی و درازای زندگی همگان رو دارم، از جمله کسانی رو که از دیدگاه سیاسی و اجتماعی و نظری و ادبی با اونها در یک سو نیستم. امیدوارم که سالهای درازی رو زندگی کنند، تندرست باشند و بتوانند به جامعه ایرانی و به جامعه جهانی خدمت کنند، حتی اگر هم دیدگاه های اونها با من رو در روست. و از این رو بار دیگر میگویم که مراد من از این گور سیاسی است، یعنی گرفتار شدن در یک پرتگاه سیاسی که پایان آن به راستی به گور سیاست رفتن است. اجازه بدهید که به این نوشتار اندکی بپردازم و سپس به چند موضوع دیگری که برای این برنامه فراهم کردم. در این نوشتار من پاسخی میدهم به چند تن از کسانی که بیشتر اونها از خانواده سازمان فدایان اکثریت یا اصلا خانواده فدایی بیرون میآیند و یکی از اونها از رهبران یا در واقع رهبر سازمان فدایان در دوران انقلاب 57 بوده، آقای فرخ نگهدار. و ایشان یک ویژگی که دارن و بسیار ستودنی است این است که اندیشه و داوری‌های خودشون رو بدون هیچ پرده پوشی با مردم در میان می‌گذارن و این یکی از براستی باید گفت رفتارهای ستودنی در میان شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی جامعه ماست. ما کمتر آدم‌هایی داریم که دیدگاه خودشون رو بدون پرده پوشی با مردم در میان بگذارن. از این رو من همواره برای ایشان احترام قائل بودم به دلیل نوعی که با بدون پرده پوشی دیدگاه خودشون رو در اختیار مردم قرار میدن. البته هیچ همسویی با دیدگاه ایشان ندارم و از بنیاد با دیدگاه ایشان و رفتار ایشان در تمام این درازای 40 سال گذشته که نام ایشان به گوشم رسیده، چه اون دوران که چریک بودن، چه دوران پس از اون که هوادار آیت الله خمینی شدن و سپس پس از اون که به خارج آمدن، با دیدگاه ایشان سخت مخالف بودم و هستم. در بیشتر زمینه‌ها با دیدگاه ایشان مخالف بودم. آقای نگهدار و همین هم‌اندیشانشون، البته امیدوارم که اگر تماسی با تلویزیون اندیشه بگیرن، چون من از اونها نام بردم، از ایشان نام بردم، البته از ایشان نام بردم و درخواست کنن که بخواهم به سخنان ما پاسخ بدهند، مدیر تلویزیون اندیشه اگر علاقمند باشد میتوانند من و ایشان رو در یک گفتگوی دو سویه مناظر مانندی درگیر بکنند، البته با توجه به رفتار احترام‌آمیزی که باید در این نوع گفتگوها داشت. دیدگاه ایشان خیلی روشن است. میگویند که با بهره‌گیری از نمونه‌های تاریخی، میگویند که و امروز من اصلا بنا ندارم به این جنبه تاریخی مسئله بپردازم، اگرچه در نوشتار خودم به اون پرداختم. میگویند که این مصدق، لجبازی‌های مصدق باعث شد که شاه به سوی کودتای 28 مرداد راهی بشود. اگر مصدق با شاه در نمی افتاد، کودتایی شاید در نمی گرفت. من به این امروز نخواهم پرداخت، چون فکر می کنم به اندازه کافی ما درباره 28 مرداد
سخن گفتیم و من به اندازه کافی شاید نوشتم، البته بران شدم که پس از این سخنان و سخنان دیگران از لابلای کتاب‌های خودم نوشتارهای کوتاهی رو در تارنمای اینترنتی در برابر دیدگاه شما بنهم و کوشش کنم تا جنبه‌های تاریک و جنبه‌هایی که درباره اونها یک نوع دروغ پردازی تاریخی وجود دارد، حتی شیادی وجود دارد، نه از سوی آقای نگهدار که به اون اشاره بکنن، ایشون از سوی شاید نادانی و یا بهره برداری این کار را انجام میدن، از سوی دیگران به جنبه های گوناگون بپردازم. به ویژه اینکه همچنان یکی از این شخصیت های سرکش منتقل به دوران مصدق در یکی دیگر از برنامه های تلویزیونی شبکه دیگری میتازند و مصدق رو به عنوان نمونه ای از رفتار نادرست در تاریخ ایران نکوهش میکنند. من در این برنامه امروز به این مسئله نخواهم پرداخت. اما آقای نگهدار و هم‌اندیشانشان که مخاطب من در این مقاله هستند، من در این نوشتار اونها نقد کردم، میگویند که همون گونه که مصدق با درگیر شدن با شاه کودتای 28 مرداد رو شتابان کرد، امروز هم کسانی با نقد تون به ولی فقیه می توانند ولی فقیه رو به سوی کودتای همگام و همراه با نظامیان فرا بخوانند. یعنی از یک داستان تاریخی بهره برداری سیاسی میکنند. اجازه بدهید که من در اینجا پیش از آغاز سخنان امروز خودم به یک گرفتاری در رفتار سیاسیون ایران اشاره کنم، با اون بهرهگیری های خنک به گفته زندیال احمدی کسروی از تاریخ. یعنی تاریخ رو ما برای تاریخ بررسی میکنند، بلکه از رویدادهای تاریخی میخواهند درسهای سیاسی امروزی بگیرند و از این روز که تاریخ رو سیاسی کردن. اصلا در کشور ما با تاریخ نگاری درستی که در کشورهای غربی روان بوده و در 300-400 سال گذشته، خیلی پوزش میکنم، من همواره تلفن رو خاموش میکنم ولی به نظر میاد که این بار ناتوان بودم از خاموش کردنش. تلفن بنده رو زمین افتاد و شکست و خاموش کردنش کمی دشوار شده، پوزش میخوام. اما به هر حال یک پوزش جدی به شما همیهنانی گرامی بدهکار بابت اینکه تلفن من در این میانه برنامه زنگ زد. معلوم هم هست که کسانی که این تلفن رو میکنند از کسانی نیستند که پای تلویزیون نشستند و برنامه رو نگاه میکنند. خب بگذاریم از این گسسته در کلام، گسسته در سخن. این رفتار نادرست نسبت به تاریخ در کشور ما پذیرفته و روان است. یعنی از رویدادهای تاریخی، از شکست ایرانیان در قادسیه در برابر اعراب مسلمان تا آمدن مغول‌ها به ایران تا جنگ‌هایی که اینجا و اونجا در می‌گیرد و تا رفتار نادرشاه تا فلان کار فتحعلی شاه تا پیمان ترکمانشاه و پیمان گلستان انقلاب مشروطه، به جای اینکه به بررسی تاریخ بپردازند از رویدادهای تاریخ برای سیاست بهره می‌گیرند و این پروژه تاریخ نویسی سیاسی یکی از زیانبارترین رفتارها در زمینه آگاهی رسانی به مردم ایران است، چون بنا نیست تاریخ آلوده سیاست روز بشود، بناست تاریخ به گونه علمی، به گونه واقع‌گرایانه با داده ها مورد بررسی قرار بگیرد. قبلی نیست که هر کسی هنگامی که وارد گرد پژوهش تاریخ می شود این گونه نیست که مانند ورود به مسجد کفش و رخت نجس خودش رو دم در بگذارد و سپس وارد گرد تاریخ بشود. همه کسانی که در پژوهش تاریخ دستن در کار هستند دارای داوری ها و گرایش هایی هستند
کوشش باید بکنیم تا این داوری ها و گرایش ها رو در بررسی های تاریخی کمتر گرفتار و درگیر بکنیم و برداشتی از تاریخ به خواننده و شنونده و بیننده بدهیم که این تاریخ رو با سیاست روز و یا منافع روز هم پیوند نمی سازد، نزدیک نمی کنه. دشوار هست ولی باید این کار رو کرد. شوربخت ها که در کشور ما از تاریخ برای بهره برداری های سیاسی استفاده کردن و می کنن. مثلا در هنگامی که من به مدرسه می رفتم، دبستان و دبیرستان، کتاب های تاریخ و جغرافی های ایران به ویژه تاریخ کتاب هایی بود که بر پایه سیاست روز نوشته شده بود. همه پادشاهان ایران عادل بودن، بزرگ بودن، کبیر بودن، چون باید از پادشاهی پشتیبانی می شد. و امروز بسیاری از کسانی که هوادار پادشاهی در ایران هستند به راستی به درستی میگویند که نگاه تاریخی جدید اونها به گذشته این نیست که بیشتر پادشاهان ایران پادشاهان خوبی بودند. میگویند و میگویند که پادشاهی بد در دوره قاجار به پایان رسید و پادشاهی خوب از دوره پهلوی آغاز میشد. اما در دوره که ما مدرسه میرفتیم، هم سن و سالهای من مدرسه می رفتن تا زمانی که انقلاب پنجان، نمونه از این نوع بهره برداری سیاسی از تاریخ. پس از این که انقلاب 57 روی داد، این کتاب های تاریخی دیگری مورد بهره برداری قرار گرفت. تاریخ اسلامی به میدان آمد و در میان مردم روان شد و جوانان و نوجوانان ایران تاریخ رو از راه این نوع بازسازی های اندیشه‌ای ایدئولوژیک با انگیزه یاد گرفتند و فرا گرفتند. و این پدیده نیست در بیشتر کشورهای که حکومت های خود کامل در اونها وجود دارند، آزادی در اونها نیست، حکومت های ایدئولوژیک در اون وجود دارند. تاریخ رو از زربین و از آینک سیاسی بهش نگاه میکنن. در برخی از کشورها که اصلا مانند چین و اتحاد جماهیر شوروی گذشته از این هم فراتر میرفتن، پیکره آدم ها رو از تاریخ حذف میکردن. یعنی مثلا عکس مینداختند از هنگامی که استالین همراه با رایزنانش در اون جای ویژه میدان سرخ رژه ارتش سرخ رو در روز انقلاب اکتبر نگاه میکنه و هنگامی که برخی از این شخصیت ها از چشم افتادن، عکس رو روتوش میکردن و آدم هایی رو که نباید در کنار استالین قرار میگرفتن اونها رو از این پیکره ها برمیداشتن. البته چون هنوز این صنعت روتوش به جایی که امروز ما به فناوری دسترسی داریم نرسیده بود، خیلی کارهای ناشیانه در این زمین ها انجام میدادن. در کشور ما هم در دوران گذشته و دوران کنونی چنین بوده و هست و شور وقتا که تاریخ رو با سیاست آلوده می کند. نه اینکه نباید تاریخ با سیاست پیوند پیدا بکند، اما تاریخ نویسی و تاریخ سازی یا نمونه های تاریخ برداری برای بهره برداری امروزی کار بسیار فرومایه است، کار نادرستی است. یعنی در واقع به گفته یکی از کسانی که حاشیه‌ای نقدی به نوشتار من در یکی از رسانه ها نوشته، یک نوع تیله بازی سیاسی تاریخی است که کسی تیله رو به میدان به وسط می اندازد تا دیگران با اون تیله بازی کنند. خب بهره می‌گیرند از این نمونه 28 مرداد یا درگیری مصدق و محمد رضا شاه و میگویند که امروز هم باید مدارا کنیم، مبادا با رهبر یا با ولی فقیه به گونه‌ای در گفتیم که رهبر به سوی نظامیان برود و کودتای نظامی در ایران درگیرد. من در این نوشتار به جنبه تاریخی و مسئله پرداختم. به داوری من اگر در اون دوران پادشاه ایران با قانون همسویی می‌داشت، از قانون اساسی مشروطه پیروی میکرد، یک دموکراسی پادشاهی در ایران شدنی بود، مانند دموکراسی های پادشاهی در اروپا.
و بیشتر مردم هم در ایران آمادگی داشتن، از جمله بیشتر کنشگران سیاسی هم در ایران آمادگی داشتن که یک نظام پادشاهی پذیرای دموکراسی رو باهاش کنار بیان، بپذیرند. همون گونه که امروز در بسیاری از کشورهای اروپایی، از بریتانیا گرفته تا کشورهای اسکاندیناوی، ما با نظام‌های پادشاهی دموکراتیک روبرو هستیم. یعنی کشور کشوری دموکراسی است، کشوری دموکراتیک است، قوانین دموکراتیک در اونها پا بر جاست، احزاب سیاسی با یکدیگر رقابت میکنند، نظام کشور هم جمهوری نیست، پادشاهی است. اگرچه پادشاه دارای جایگاه برجسته‌ای در اداره کشور نیست، بیشتر جنبه تشریفاتی داره، همونگونه که قانون اساسی انقلاب مشروطه و یا روح قانون اساسی انقلاب مشروطه در این سودا بود که شاه باید سلطنت کند نه حکومت، باید از مسئولیت مبرا باشد. این در ایران انجام نشد. باز گفتم در اینجا بحث من، گفتگوی من بر سر دوران پهلوی و دوران مصدق نیست، بر سر این است که این فرصت تاریخی در ایران می بود که اگر مثلا شاه و مصدق کنار می آمد یا مصدق با شاه کنار می آمد و اگر بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، CIA و اینتلیجنس سرویس به دلیل ملی شدن صنعت نفت در ایران دخالت نمی کردن، اگرهای ناشدنی است، ما می توانستیم در ایران یک مشروطه پادشاهی دموکراتیک داشته باشیم. دلیلی که این رو مطرح می کنم در این است که قانون اساسی مشروطه و ساختار فرمانروایی در ایران در اون هنگام یک ساختار ایدئولوژیک نبود. پایبندی به قانون می توانست به یک نظام پذیرای دموکراسی بیانجامد. البته در سالهای پایانی رژیم پهلوی در ایران، در اون 5-6 سال پایانی و آغاز کارهای چریکی و چیزهایی از این دست، می توان گفت که یک نوع رادیکالیسم در جامعه چیره شده بود و دیگر کسی بر این باور نبود که می تواند با نظام پادشاهی کنار بیاید و همه به سوی واژگون کردن نظام پادشاهی پیش رفتند و در این میان آیت الله خمینی با رادیکال ترین شعارها که شاه باید برود و سپس اون رفراندوم قضایی پایان پادشاهی رو اعلام کردند و جمهوری اسلامی رو آغاز کردند. جمهوری که اسلامی بود ولی جمهوری نبود و جمهوری هم نیست، در راستی دولت نماینده جمهور مردم نیست، اراده مردم رو نمایندگی نمی کنه، ولی یه فقیهی بر بالای ساختار فرمان روایی نشسته. بزرگترین تفاوت این دو دوره در این است که در دوران رژیم گذشته ایران اگر شاه به قانون اساسی وفادار می بود و قوانین رو اجرا می کرد و مخالفان او هم به قوانین وفادار بودند، ما می توانستیم به کشور دموکراتیک به طور نسبی داشته باشیم. دموکراسی هم مطلق نیست، اما در دنیای امروز، در روزگار کنونی در ایران، اگر ولی فقیه به قانون وفادار باشد، ما همچنان یک حکومت تبعیض‌گرای دینی در ایران خواهیم داشت، چرا که قانونی که بناست ولی فقیه به اون وفادار بماند، یعنی قانون اساسی ایران، از بنیاد یک کتاب شریعت است. مهم نیست که 100 اندی ماده در اونجا آمده، مهم اینجاست که برخی از ماده های آمده در این قانون اساسی برتر از قبل مواد دیگر است. اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید که فقه شیعه جعفری و تمام قوانین چیره است و شورای نگهبان است که نگهبانی میکند از اینکه مبادا قانونی از مجلس یا از سوی قوه مجریه کاری انجام بشود که با این دستورهای الهی فقه جعفری هماهنگی نداشته باشد. اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه رو بر جان و مال و ناموس مردم چیره می کند و از جمله این اختیار رو ولی فقیه می دهد که از 12 نفر کسانی که شورای نگهبان رو برای نگهبانی از قوانین در ایران به وجود می آورند، 6 تن از اونها فقیهی باشند که شخص ولی فقیه اونها رو
برمیگزیند و او به طور مطلق در این زمینه حق دارد. شش نفر دیگری که اعضای غیر فقیه شورای نگهبان هستند از سوی رئیس قوه قضایی برگزیده می شود که خود رئیس قوه قضایی رو به طور مطلق ولی فقیه عزل و نصب می کند. یعنی مهم نیست که چگونه قانون نوشته شده، شخصی به نام ولی فقیه که در آغاز آیت الله خمینی بوده در بالاترین جایگاه قانون نشسته و شورای نگهبانی رو برمیگزیند که همه قوانین کشور باید از صافی این شورا بگذرد. این شورای نگهبان هم در سالهای گذشته آمد و پدیده‌ای به نام نظارت استصوابی رو که در قانون اساسی نیامده تنظیم کرد که هر کسی که میخواهد در هر انتخاباتی شهری و روستایی و کشوری شرکت بکند باید از سرند بگذرد. به اصطلاح دموکراسی از سرند گذشته شورای نگهبان داریم. دموکراسی چه عرض کنم؟ یک شبه دموکراسی یا شبه حکومت برگزیده مردم که همه مردم دارای هر یک رأی و شخص ولی فقیه دارای رأی بالاتر از همه مردم ایران است. نوشتار من نقد به این اندیشه است که گویا ما می توانیم یک تناسبی، یک نمونه برداری میان دوران درگیری زنده یاد محمد مصدق با محمد رضا شاه و گفتگوهایی که بر سر تفسیر قانون اساسی در اون دوران وجود می داشته با امروز بیابیم. نویسندگان یا باورمندان به این اندیشه می گویند که گویا آقای روحانی و دولتشان مانند مصدقند و باید تندروی نکنند. درخواست رفراندوم برای لغو نظارت استصوابی رو در میان ننهند، انگولک نکنند ولایت فقیه رو، چون همون گونه که مصدق با درگیر شدن با پادشاه 28 مرداد رو به وجود آورد که البته یک دروغ تاریخی است، 28 مرداد هیچ ارتباطی با درگیری شاه و مصدق نداشت، از بیرون تنظیم شده بود، به اون نمیخوام بپردازم. امروز میگویند که ما با همچین شرایطی رو بباسیم، به این میگویند قرین سازی های دروغین تاریخ، یعنی از تاریخ بهره برداری کردن برای سود سیاسی روز. گویا اگر مردم امروز یا مخالفان آبکی حکومت به اصطلاح اصلاح طلبان یا دولت آقای روحانی با آقای خامنه‌ای کنار بیایند و ایشان رو بی‌طرف بکنند، ما شاید بتوانیم گام‌هایی در راه دموکراسی برداریم و سپاه پاسداران و نظامیگران پرهیز کنند. گویا ما هنوز هم یک گرفتاری هایی در این ارتباط داریم، امیدوارم که این رفع بشه. این نیازی به کودتا برای داشتن قدرت مطلق ندارند. آقای خامنه‌ای بر پایه قانون و سنت و رفتار و تفسیر و پشتیبانی روحانیون و از جمله اراده الهی که به ایشان نسبت میدهند، نمایندگی از سوی امام ناپیدا و همه چیزهایی که درباره ایشان میگویند، قدرت مطلق رو دارند. کودتا کسی میکند که میخواهد این قدرت مطلق رو به دست بیاورد. آقای خامنه‌ای همانند آیت الله خمینی، البته بدون مشروعیت آیت الله خمینی، دارای قدرتی است از راه قانون که میتواند هر کسی که بخواهد ظاهرن کنار بگذاره. البته هر خودکامی در هر کشور جهان با محدودیت هایی روبروست. این گونه نیست که همه خودکامگان می توانند هر کاری که بخواهند بکنند. در نمونه هایی مانند مثلا رژیم بشار اسد و دولت گذشته عراق، خودکامگان قدرت خیلی بیشتری داشتن. خودکامگان خونریزی مانند بشار اسد و صدام حسین تا مثلا محمد رضا شاه پهلوی. محمد رضا شاه اون نوع خودکامگی رو که بشار اسد و
صدام حسین به اون دست زدن و خونریزی های کلانی کردن هرگز دست نزده بود و دارای چنین امکانی هم نبود. اصولاً هم شخصیتی مانند صدام حسین و بشار اسد نبود. در جاهای دیگر هم همینطور، هنگامی که سرهنگان در یونان به سر کار آمدند، هنگامی که در این کشورهایی میبینیم کودتاهایی میشود، خونتهای نظامی به قدرت میرسند یا افرادی با دیکتاتوری فرمان میرانند، از جمله حتی در روسیه امروز و پوتین، این دیکتاتوری ها دارای محدودیت هایی هستند، از جمله در خود ایران. اما هیچگاه نمیتوان این برداشت رو به جامعه داد که گویا آقای خامنه ای در چنان تنگنایی قرار دارند که اگر تحریک بشوند ممکن است به دست دامن نظامیانی بشوند که زیر نفوذ ایشان بر پایه قوانین قانون و بر پایه رفتارهایی که در این 30 سال دیدیم یا دست کم 20 سالی که ایشان رهبر بودند دیدیم داشته و دارند. اما این نظریه پردازان میخواهند بگویند که خیر، نباید ولی فقیه رو تحریک کرد، نباید با او در افتاد، باید اون رو بی‌طرف کرد. در ادامه گفتگوی امروز با شما این رو در میان خواهم نهاد که در چالش دموکراسی خواهی در ایران طرف دعوا، طرف اصلی دعوا ولی فقیه هست. طرف چالش سیاسی امروز رو که نمیتوان بی‌طرف کرد، بی‌طرف در کدام چالش؟ این جنبش دموکراسی خواهی در ایران اگر رهبر ولی فقیه رو نشانه نگیرد، چه کسی رو باید، چه نیروی رو باید نشانه بگیرد؟ با کی باید درگیر شود برای دستیابی به دموکراسی؟ کدام نیرو رو باید در ایران کاهش بدهد؟ کدام نیرو رو باید ناتوان کند تا شاید دموکراسی در ایران یا دست کم زمینه های دموکراسی و آزادی های در ایران جوانه بزند؟ صریح است. آیا آماج نقد و چالش مردم ایران امروز باید ولی فقیه باشد، ساختار ولایت باشد، یا مردم رو باید برانگیخت که با ساختار ولایت کنار بیایند و انتظار داشته باشند که ریزخار مرحمت و درایت رهبر جمهوری اسلامی باشند؟ کدام یک از این دو در برابر مردم قرار دارد؟ کسانی که من در این نوشتار اونها نقد کردم میگویند که ما مخالفان حکومت دارای نیرو نیستیم، بنابراین باید کاری بکنیم که رهبر جمهوری اسلامی ولی فقیه یا ساختار ولایت درایتی انجام بدهد، لطفی بکند، محبتی داشته باشد، مانند دورانی که مغول‌ها به ایران حمله کردند کمتر بکشد، به جای اینکه شهر نیشابور رو همه رو از دم تیغ بگذراند و سگ و گربه و هر موجود زنده‌ای رو هم در اونجا از میان ببرد، نیمی از جمعیت رو مانند کاری که هولاکو در بغداد کرد زنده نگه دارد. ما باید خواجه نصیرالدین طوسی باشیم، اندرز بگوییم که هولاکو بکشید ولی نیمی از جمعیت رو نگه دارید و بزرگان رو حفظ کنید و چیزهای از این دست. در دنیای مدرن این رو میگویند، نه در دوران ایلغار مغول، نه در دورانی که پادشاه قاجار از سر مستی یا جنون فرمان میداد که امیر کبیر رو بکشند و شاید اگر درایتی بود کسی میرفت و به پادشاه میگفت تا شامگاه امروز صبر کنید از سر مستی بیرون بیایید و شاید امیر رو نکشید. خب امروز هم گمان میکنند که در دوران حکومت باید اینا رو حتما در هفته های آینده درست خواهیم کرد. اما برگردیم به نکته‌ای که اشاره کردم، امیدوارم صدای من رسیده باشه. بله که بله، امروز باید ولی فقیه رو دعوت به درایت کرد. برای این موضوع روشن کردن مسئله، من اندکی شما رو به یک سفر تاریخی میبرم و اینکه چه سنونی دولت اسلامی در ایران چگونه شکل گرفته. آیا این همان میراث تاریخی روحانیون شیعی است؟ آیا این همان است که میتواند در درون آن شکاف به وجود بیاید و یکی هوادار مشروطه بشود دیگری مخالف مشروطه، یا ما با یک ساختار دیگری روبرو هستیم؟
200 سال پیش اگر ما بخواهیم به این سفر تاریخی برویم، در دورانی که دولت صفوی در حال فروپاشی بود و به ویژه پس از چیرگی نیروهای افغان بر اصفهان و فروپاشی دولت صفوی، بسیاری از روحانیون ایران به عتبات گریختند، از اصفهان رها کردند و رفتن به سرزمینی که امروز به اونها میگویند عتبات عالیات یا کربلا و کاسمین و نجف و سامرا و چند شهر دیگر، منطقه شیرینشین پیرامون ولی در همون نزدیکی های بغداد، از شمال بغداد تا جنوب بغداد. در اون دوران درگیری گسترده‌ای به وجود آمد میان آدم ها، آخوندهایی که اخباری بودند، باور داشتند به این که باید، اصلا به اصول باور نداشتند، فکر میکردن اصول یک وامی از فلسفه است، وارد اسلام و وارد شیعگری شده و نباید به اصول پرداخت، یعنی مسائل رو نباید مورد بررسی نیاز روز قرار داد، و دیگران اصولی بودند، میگفتن این احادیث و روایات رو باید با شرایط روز هم هماهنگ کرد. یک به نظر می آمد که اندکی درایت در میان اونها وجود می داشت، درگیری میان اخباری و اصولی به پیروزی اصولی ها انجامی. برجسته ترین و شاید آخرین شخصیت نامدار اندیشه اخباری شیخ احمد احصایی بود که بعدها شیخیه از در میان پیروان او به وجود آمد. البته شیخیه اخباری نبودن، ولی خود شیخ احمد احصایی اخباری بود. اجازه بدهید که به جزئیات نروم. اصولی ها چیره شدن و آدمی که پای گذار مکتب اصولی، البته مکتب اصولی کهن‌تر از این هست، ولی چیره کننده مکتب اصولی و نجف و عتبات و دیگر شهرها بود، که البته خود او در بهبهان آمده بود و زندگی میکرد، اصلا از اصفهان برخواسته بود به نجف رفته بود و در بهبهان پایگاه خودش رو درست کرده بود، محمد باقر وحید بهبهانی است. و پس از او هم این ساختار مرجعیت و ساختار رهبری اصولی در میان شیعیان شکل گرفت. سید محمد مجاهد اصفهانی و ملا احمد نراقی، این دو نفری که در دوران فتحعلی شاه از جنگ دوم ایران و روسیه پشتیبانی کردند و فتوا به جنگ دادند و از بانیان از دست رفتن بخشی از خاک ایران بودند، یکی از حاصل ترین بخش های خاص خیز ترین بخش های ایران بودند، اینها از شمار پیروان و شاگردان همین وحید هستند، محمد باقر وحید بهبهانی. پس از اون هم دیگران آمدند، شیخ علی کاشف الغطا برادرش و سپس صاحب جواهر، چون کتابی نوشته بود به نام جواهر الکلام، و سرانجام هم شخصیتی پیدا شد به نام شیخ مرتضی انصاری که اصلا حوزه دینی نجف رو سازمان داد، سر و سامان داد و این سلسله مراتب مرجعیت رو او به وجود آورد. و به این ترتیب در دنیای شیعی ما با یک پدیده تازه‌ای روبرو شدیم که مرجع عالی قدری وجود می داشت، از جمله خود همین شیخ مرتضی انصاری و سپس جانشینان و کسانی که بعد از او آمدند، مانند میرزای شیرازی، آخوند خراسانی و دیگران. اینها اونها می گفتند زعیم حوزه، بزرگ حوزه، و دیگران اونها رو به ریاست میپذیرفتند و اونها مرجع بالاتر بودند. یک دستگاه ویژه‌ای در میان روحانیان به وجود آمد، روحانیان شیعی، یک نوع سلسله مراتب بود شبیه دستگاه ساختاری به وجود آمد. میدهند به میرزای شیرازی که معلوم نیست واقعا خود او داده باشد، به ناتوانی دولت ناصرالدین شاه انجامید، مجبور کرد دولت ناصرالدین شاه رو که پیمان تنباکو رو پس بگیره. یا در جریان مشروطه این ساختار روحانیون دوپاره شد و یکی از زمینه‌ها و دلایل
موفقیت مشروط خواهان بدون اینکه جنگی کرده باشند در آغاز و سپس پیروزی اونها بر محمد علی شاه در این بود که بلند پایه ترین زاهمای حوزه جمسانی و چند تن دیگر از مشروطه پشتیبانی کردند و برخی مشروط خواه شدند، مانند یزدی و شاگرد او در ایران که به دار هم آویخته شد، نوری. و به این ترتیب ما با یک ساختار روحانیت در پیوند و در درگیری با دولت روبرو بودیم. مشروطه این ساختار رو واپس داد، ناتوان ساخت. در دوران رضاشاه این واپس نشینی ساختار روحانیت شتابانتر شد. دست اونها از ساختارهای حقوقی، از اوقاف، از آموزش به طور قطعی کوتاه شد. یعنی کاری رو که مشروطه آغاز کرده بود دوران رضاشاه قطعی شد. و این یکی از جنبه‌های بسیار مثبت دوران رضاشاه است که به این گسست میان ساختارهای مدنی و نهاد دین دامن زد و دین رو به حوزه خودش به مسجدها برد. و این کار نیکی در اون دوران بود. البته مشروطه این را آغاز کرده بود، رضاشاه این کار رو انجام رساند. پس از اینکه نیروهای متفقین وارد ایران شدند و یک نوع دموکراسی نیم بند در ایران آغاز شد، در دوران میان شهریور 20 تا 28 مرداد ما برای نخستین بار در ایران در دوران مدرن با یک جنبش مذهبی سیاسی شیعی روبرو هستیم. آخرین باری که ما با یک جنبش مذهبی سیاسی شیعی در ایران روبرو بودیم در دوره شیخیه بود که البته بسیار ناتوان بود و خیلی زود رنگ عوض کرد، تبدیل شد به جنبش بابی و از اسلام گسست. و پیش از اون بزرگترین جنبش شیعی مذهبی که در ایران در گرفته بود یکی جنبش اسماعیلیه بود و دیگری جنبش صحبه‌داران. در دوران مدرن ما یک جنبش نیرومند شیعی مذهبی سیاسی که بخواهد به سوی قدرت خیز بردارد نداشتیم. جنبش باب هم خیلی زود در برابر دولت قاجار قرار گرفت و سرکوب شد و بسیاری از بابیان کشته شدند، بیشترشون قتل عام شدند در واقع. اما پس از شهریور 20 ما با پیدایش جنبش نیرومند مذهبی در ایران روبرو هستیم. سالهایی هم که این جنبش در ایران آغاز شد همزمان است با آغاز جنبش های نیرومند مذهبی در کشورهای اهل سنت. درست در همون زمانی که ما در ایران با پیدایش فدایان اسلام که گروه اندکی بودند و بیشتر تروریست بودند روبرو هستیم و جنبش های اسلامی دیگری که از دل اونها سپس نهضت آزادی و جریان های مذهبی دیگر بیرون آمد، از جمله اندیشه های شخصیت های مانند آقای شریعتی، ما در کشورهای عرب هم، عرب اهل سنت هم با جنبش های نیرومند مذهبی روبرو هستیم که اخوان المسلمین برجسته ترین اونهاست و تا جایی پیش رفت که در مصر بین 1 تا 2 میلیون نفر هوادار او بودند و تقریبا میتوان گفت تمام جامعه دانشگاهی هند مصر رو هوادار خودش کرده بود. بنابراین یک پدیده منزلی نبود پیدایش جنبش اسلامی در ایران، جنبشی که فدایان اسلام نمایندگی میکردند و سپس پس از 28 مرداد و در دوران قدرت گرفتن و توانا شدن محمد رضا شاه پهلوی پس از 28 مرداد به پیدایش جمعیت مؤتلفه و رویدادهای 15 خرداد انجامید و یک رهبر پیدا کرد. تا اون زمان رهبری که تا پیش از پیدایش آیت الله خمینی در میان این جنبش اسلامی وجود می‌داشت رهبر توانایی نبود. یعنی آدمی بود مانند نواب صفوی، آدم بیدانش و برحال خوش سخنی ولی دارای موقعیت فقهی بالا، دارای موقعیت اجتهادی نبود، نفوذ زیادی در میان روحانیون نمی داشت، نفوذ زیادی در میان مسلمانان هم نمی داشت. تا اینکه سرکنده آقای خمینی پیدا شد و آیت الله خمینی با اون درگیری هایی که با محمد رضا شاه و دولت پهلوی در سالهای بین 40 تا 43 و 44 پیدا کرد، نام‌آور شد و رهبر این جنبش اسلامی شد. از ایران بیرون رانده شد، میخواستن اعدام کنند که گروه دیگر از روحانیون جلوگیری کردند
نخست به ترکیه و سپس به همین نجف رفت و در اونجا بود تا سرانجام سر از پاریس در آورد و زیر درخت سیب نشست و انقلاب 57 رو رهبری کرد. این جنبش اسلامی که در 1322-23 زاده شده بود و با کشتن زندیات احمد کسروی وجود خودش رو به دنیا اعلام کرده بود و سپس در 15 خرداد توانایی خودش رو نشان داده بود و سرکوب شده بود، در بهمن 1357 و سپس در فروردین 1358 در جریان رفراندوم قدرت خودش رو نشان داد و سرانجام دولت ولایت فقیه در ایران شکل گرفت. آقای خامنه ای نماینده این جنبش نیرومند اسلامی است که سالها از 60 سال از زاده شدن اون میگذرد. ما امروز در ایران شاهد پیدایش دو جریان منتقد به این حرکت هستیم. یکی کسانی که میخواهند ساختار ولایت رو به نقد بکشند و میگویند میتوان جمهوری اسلامی رو حفظ کرد اما ساختار ولایت رو باید برداشت، و دیگر کسانی که میخواهند در فقه اسلامی دست ببرند، رفرم کنند و این فقه شیعه رو، این کسانی که به نام روشنفکران دینی شناخته شدن، فقه شیعه رو با دنیای مدرن شاید هماهنگ کنند و در کنار اونها یا در هر حال بیرون از این گروه نیروی گسترده سکولارهای ایران، آدم های مانند من و شمایی که به این برنامه نگاه میکنید هستیم که اصلا میخواییم از مجموع این جنبش اسلامی ببریم و کشوری سکولار داشته باشیم، نه اینکه ضرورتا از اسلام ببریم. مردم حق دارن مسلمان و شیعی باشند، ولی این که حکومت برآمده از این جنبش اسلامی باشد رو بهش پایان بدهیم. و کسانی که مخاطب این نوشتار کوتاه من هستند در سراشی به گور سیاست میگویند خیر، ما باید کوشش کنیم این جنبش اسلامی رو حفظ کنیم و اندکی ملایمت در اون به وجود بیاوریم، اندکی لطف در نقش رهبر، رفتار رهبر به وجود بیاوریم. بیشتر کسانی که این اندیشه رو مطرح میکنند همون کسانی هستند که در دوران انقلاب 57 از آیت الله خمینی پشتیبانی میکردند. لیبرالیسم آقای بازرگان رو میکوبیدند و رادیکالیسم آیت الله خمینی را ستایش میکردند. از مبارزه ضد امپریالیستی او بسیار شادمان بودند. امروز به مشاوران سیاسی لطف و درایت رهبر تبدیل شدند. در واقع از جناهای منتقد به حکومت، از اصلاح طلبان و از روشنفکران دینی هم محافظه‌کارتر و دست راستی تر رفتار میکنند و چهره بنده یک گسستی درش به وجود آمد. البته من مطمئن نیستم چون اون چیزی که بر روی صفحه مقابل خودم میبینم، ولی امیدوارم تا هفته آینده که این برنامه رو دنبال میکنیم این گرفتاری فنی هم برطرف شده باشد. تا هفته آینده روز روزگار بر شما خوش باد.